درود من بر یکاویک همیانانم. آنچه در این برنامه خواهید دید مثل محمود قربانی اونجوری منو ساپورت کنه 100% همه‌شون بیشعور و بیسواد. تو میای تموم میشه هر چی غمه اینا انقدر بی‌ناموسن. تو دردسر افتاد پدرم کمکش میکرد. جالبه. اون عاله می‌کند که در یک سال گذشته تمام همسایه‌ها در مجتمع 144 واحدی آنها مخالف حکومت بودند و آنها حسابی تنها هستند. مردم به چی شما رأی دادن؟ آب و هوا؟ توف بر آن لحظه که لب‌های تو را بوسیدم. البته برنامه‌های ما درست روزمره است و در سطحی هست با اخبار روز، چه هنری و چه سیاسی و چه جنگ من صحبت میکنم تا اونجایی که نالجشو داشته باشم و دارم میبینم برنامه ها در یه سطحی داره پیش میره که همه دارن با ما رقابت میکنن و سعی میکنن کار رو شکافی کنن در پخش برنامه ها، ولی ما با تمام وجود واسادیم و مانند اینکه من محمود قربانی تو رینگ بوکسه و می جنگه این کار رو ادامه میده و برای اطلاع همگی شما تا شارگمم واسدم تا اونجا که بتونم اطلاعات درستی رو به شما بگم. من یه فرد وطن پرست بیشتر نیستم، سیاستم در اون سطح نیست و نمیخوام باشه چون سیاست پدر مادر نداره، ولی هدفم ایران آزادم، مردمی آزاد و سربلند در دنیا باشه. حالا هر کی بخواد در مقابلش بگه برای من مهم نیست. من حتی اون خواننده هایی که زندگی دادم حتی حاضر نیستن اسم منو بیارن، من پرابلمی ندارم، حتی تشکرم نمی کنم. به نظر من شخصیتشون همینه. چطور میتونن مردم حرفای دیگه‌شون رو باور کنن؟ چون ملت ایران میدونه محمود قربانی در هنر چه کارا کرده و همه رو سربلند کرده و صاحب سرمایه‌های بزرگی شدن. داریوش هم اونجا میگن میخونده، درسته؟ میخوند، آره میخوند. پدر منم خیلی کمکش کرد. داریوش هر دفعه میافتاد زندان به خاطر کارهای سیاسیش یا شعرهای سیاسیش تو دردسر میافتاد، پدرم کمکش میکرد. ولی چه کسی این گوگوش را گذاشت در اون ویترین؟ مسلما استعداد داشت، مسلما آقای شمشای زاده با آهنگهاش، همینجوری که مهران نازنین اشاره کرد ترانه سراها با شعرهایی که به ایشون میدادن. در واقع محمود قربانی گوگوش رو تبدیل کرد و آنچه که امروز یک سوپرستار یا مدل‌های جهانی، مانکن‌های جهانی میتونن باشن، در واقع بین المللی شد گوگوش. همیشه میگم اگر من یک آدمی رو داشتم مثل محمود قربانی اونجوری منو ساپورت کنه 100% خیلی به جاهایی که دلم میخواست میرسیدم. تفکر یک منیجر به ایران و خارج از ایران و هر جایی نیست، اون تو مغزشه، تو سرشه. میدونید به نظر من آقای قربانی مغز بسیار خوبی داشتن، مغزشون بسیار فعال بوده، خیلی بیزنسمن بزرگی بودن به نظر من. زمان اوج کار هنریش همون تازه از پدر من وقتی جدا شد من 3-4 سالم تا از پدرم همون موقعی که داشت جدا میشد اوج کاریش بود با یه چند سالی بعد. ولی نمیخوام اسم منو بیارم چون میخوام ما از شکم مادر اومدیم، هندی خوندیم، افغانی خوندیم، ایرانی خوندیم، شدیم با ایکس ایگره. خیلیه ای بابا، عجب روزگاری شده، عجب روزگاری شده. من که نیومدم حتی از شما بخوام یه برنامه بذارم، یه کنسرت، اصلا نمیخوام چون شخصیت ندارین، وگرنه به همه تو زندگی بیشتری میدادم، از اون که مادر بچه تا اون که پایین تره. ولی متاسفانه همه خواننده ها از شکم مادرشی که بادن بیرون سوپر استار بودن. جالبه ما هرچی کشیدیم بسته بونه. بزرگی محلی که اهل محل شماها باشین نه افتخاری داره نه یه پاپاسی میارزه. تازه شماها که شب میخوابین و صبح بلند میشین یه بزرگی رو از بزرگی میندازین و یه کوچیکی رو بزرگش میکنین. شماهایی که از فاصله یه غروب به سفیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر، چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده و دل به مهرتون ببنده؟ اهالی محترم محل، خانومای آفتاب ندیده، آقایون سجاده نشین، این شما و این محل. شما رو به رئیس تازه محل سپردم و رئیس رو به شما و همتون رو به خدا. خدا ایشالا راه راست رو نشونتون بده. جالبه شرایط زندگی اون موقعشون رو فراموش کردن و الان که صاحب چندین میلیون سرمایه هستن حتی سال نو هم با آدم تبریک نمیگن. من توقعی ندارم چون همهشون بیشعور و بیسواد، یکی پس از دیگری و نیامده به دنیا داره اخوالشون صحبت میکنه. ما فلانی بودیم ما فلانی بودیم. باشی من کسی حرفی زده نذارین برای یک شماها دهنم باز شد و حیثیت و شرف همتون رو بردارم. شما اگر قدر یک نفر رو ندونیم وای به حالی که قدر مملکتتون رو بدونیم. همتون سلفیش به تمام معنا. از زمانی که تو را بین خلایق دیدم مثل یک فاتح مغرور به خود بالیدم. عشق یک بار به من گفت برو، گفتم چشم. عقل 100 بار به من گفت نرو، نشنیدم. آه ای کعبه از چشم خدا افتاده، کاش انقدر به دور تو نمی چرخیدم. از دهانم که پر از توست بدم می آید، توف بر آن لحظه که لبهای تو را بوسیدم. علی گفتم من فقط یه ایرونیم و عشق به وطنم و ملتم دارم. اینجاست زندگی. از این طرف داریم مملکتمون رو به هر نوعی داریم از دست میدیم و اعلام آقا به ما رأی ندین شد. آقا مردم به چیه شما رأی دادن؟ آب و هوا، قرارداد روس در شمال ایران، قرارداد چین در جنوب ایران، تمام رودخانه ها که خوش شد، هوا که بیچاره کننده شد. آیا معدنی هم مونده؟ هر روز داریم میبینیم تمام $1 بیلیون با $1 بیلیون دزدی‌ها داره فاش میشه. آقا کی میاد دیگه به شماها رأی بده؟ چه توقعی دارین؟ والا اونایی که رأی میدن همتون با پول خریدین و میرن همین صندوقین افغانی‌ها و عربای عجمایی هستن، ولی هیچ ایرونی و اصل همچین رأی رو نخواهد داد. چرا؟ خواهرش رو کشتین، بچهش رو کشتین، مادر بچهش رو کشتین، مردم رو اعدام کردین، جوان‌ها رو اعدام کردین، چشم‌های مردم کور کردین. همینطور افراد اصل ایرونی رو از بین بردین، ولی میخواین جاکوزین داعش و دم و تشکیلات داشته باشید. بابا برید در پرونده هاتون رو شده. خود اسرائیل اعلام کرده که اینا توی باکس چمدون همچی چیزی رو اونجا کاشته بودن که انفجارهای بزرگی بوده، انفجارهای ساجمه‌ای. فائزه رحیمی یکی از کشته شده های مراسم سالگرد قاسم سلیمانی است که پدرش در یک ویدیوی کمتر دیده شده واقعیت های تکان دهنده ای را درباره او و شرایط دشوار زندگی ارزشی ها در میان مردم لو داده است. کانال های حکومتی این دختر را شهیده فائزه رحیمی معرفی می کنند که معلم دانشجو و عاشق نویسندگی بوده. فائزه رحیمی نمونه یک دختر ارزشی است که در صورت زنده ماندن می توانست در حکومت دلخواهش جمهوری اسلامی به پست‌های بالایی دست پیدا کند. اما آنچه ماجرای فائزه رحیمی را متفاوت می کند حرف‌های پدر اوست که در کمال سادگی و صراحت نظر براندازان را تایید می کند و می گوید ما در اقلیت هستیم و خودی‌ها هم حسابی ریزش کردند. او ناله می کند که در یک سال گذشته تمام همسایه ها در مجتمع 144 واحدی آنها مخالف حکومت بودند و آنها حسابی تنها هستند. همسایه هایی که هم علیه حکومت شعار می دهند، هم دختر چادری او را مسخره می کردند. دادستان کرمان گفته 16 بمب در حوالی قبر قاسم سلیمانی کشف شده و بیشتر از 60 تا در بقیه نقاط کشور. اگر حرف این شیخ درست باشد، پس حکومت با لغو نکردن مراسم ارزشی ها را با دست خود به قربانگاه فرستاده است، زیرا مطابق عقل سلیم و تمام پروتکل های امنیتی وقتی بمبی قبل از مراسمی کشف شود مشخص است که آن مراسم هدف قرار دارد و ممکن است بمب های دیگری کشف نشده باقی مانده باشد و باید به سرعت مراسم را لغو کرد. اما حکومت به ارزشی ها خبر نداده، آنها به مراسم رفته کشته شدند، ولی از خانواده سلیمانی و سایر مقامات هیچ کشته ای در میانشان نیست. اینا انقدر بی‌ناموسن. این سیاست این شیبیشوهای ملاها است و همشون هم آخرش به خاطر ثروت‌هایی که بردن در قطر و در مالزی در اونجاها پناهنده میشن. من نه شاهزاده خودم میخوام، پادشاه خودم میخوام، البته قلباً دارم میگم دریا به هر چیز زودتر و مملکت تا فنا نرفته نجاتش بده و پا در میون بذاره. میدونم همه کارا مشکل آسون نیست، ولی من به خاطر یه ایرانی بودنم، من نه با شما ارتباطی دارم، نه با هیچ گروهی، نه با هیچ سیستمی، فقط عشقم عشق وطنه و عشقم پادشاه پهلوی دوممه. من واقعا عاشقانه دوستتون دارم، خودت، خانومت و فرزندانت. تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه، زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز. من هیچ نظر ندارم، چون میدونم افکار شما، شخصیت شما، مرام شما چه حال و احوالی به ایران میخواهد داد و چه ایرانی ساخته خواهد شد. ای ایران، ما فرزندان کورش که همیشه برای صلح قدم برداشته، ما همون فرزندانیم و با عشق تو و عشق به صلح جهان داریم قدم برمی‌داریم و عاشقانه برای خاکمون می‌جنگیم و هر قدرتی داشته باشیم در شرایط توریستی، موزیکی، همه چی هستیم و اونجایی که میتونیم سازندگی به وجود بیاریم. مرام من در تمام پروژه ها اینه: Peace is the message, music is the language. یعنی پیس پیغام میده، موزیک صحبت میکنه و من از طرف موزیک دارم صحبت. تو که میای پیشم انگاری میاد بیرون قلب من از جاش، تو قشنگ ترین و جذاب ترینی، تو خفن ترین و واسه من بهترین. زنده و جاوید باد شاهنشاه دوم ایرانمون و پرنس یاسمین عزیزمون. زنده باد پرچم شیر خورشید ایرانم، جاوید باد زن، زندگی، آزادی.